یک چیز براتون میگم، وقتی اینجا میامدیم فکر میکردم اونجا برم چی کار کنم، یک دفعه ضعف نکنم، از هوش نرم. چرا که من کسی از این جای تاریخی را دوست دارم و شاید کسایی که دوست داشته باشن بتانن من را درک کنن. بله، ما آمدیم بامیان جان. این قسمت بامیان یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری در افغانستان هست. هنوز هم که ما آمدیم فامیلای زیاد دیدم که آمدن اینجا دیدن و تنها افغانای خودمانی، خارجی ها را هم دیدم که با لباس های افغانی اینجا آمدن و هنوز هم از اینجا دیدن میکنن. Sorry, have you seen Mr. Khawari? The man that, with the key? Yeah. Yeah, he's over there. He just took someone up. So when you go up, you should Okay, so up. He's there. Thank you so much. You're welcome. Hey. زنده باشین. شما خوب هستین؟ آقای خواری قرار است ما را در قسمت معلومات در اینجا کمک کنن. همونطور که براتون گفتم ما معلومات زیاد جمع‌آوری کردیم، اما واقعا با آقای مثل خواری ما نیازمند داشتیم تا باش همراه ما. اینقدر سوال است در ذهنم که از شما پرسیدم. فعلا پیش در جوار بودای شهمامه قرار دارین، یکی از 8 صاحب میراث جهانی بامیان است که این تاریخ که این مجسمه توسط طالبان 2001 تخریب شد و 2003 ثبت راجستر یونسکو شد. در دو طرف از برج‌های تدافعی است که از اینجا به خوبی حفاظت میشه و هر کس نمیتونست که از هر طرف وارد این ساحه شود و این بله. تخریب شود. ما هم امسال از این سنگای زیاد را در اون طرف هم دیدم. آیا اینا هم سنگای است که از مجسمه تخریب شده؟ اینا میبینید در کدام از اینا دارو سریال نمبر است که توسط متخصصین آلمان اینا جمع آوری شده، اسکن شده و مشخص شده کد نمبرش اینا با مربوط به کدام قسمت از اینا است. اینا پس اینجا محافظت میشن. در این قسمت بودا کلیف یا صخره بودا ما در حدود 1200 معبد بودایی هست. 1200 معبد بودایی در این قسمت؟ در این قسمت هست و بیشتر از اینا همش تقریبا میتونیم بگیم که برای عبادت در دوران بودیزم استفاده میشده و بودیزم از اواخر قرن یک الی اواخر قرن شش در اینجا تقریبا در حدود 7 قرن یک تمدن مثال کلان در بامیان وجود داشته که از اینجا من حیث معابد استفاده میشه و خود مجسمه ها هم به اون شکل که راهب های یا زائرین از هند و چین می آمدن و در اینجا عبادت میکردن، بود و باش داشتن و از مسیر ابریشم به طرف شمال و همچنان به دیگر تا روم از این مسیر میرفت. معابدش با مغاره متفاوت هست؟ معابد بله، معابد چون بیشتر از در اون زمان دکوریشن های مخصوص داره. بعد ما شما نزدیک میریم میبینیم بله. مثلا ما اینجا 5-9 سبک هنری داشتن کار شده. سبک رومن است، بله. یونانی هست، ساسانی ها هست، مثلا هندویزم، بودیزم هست و آسیای میانه. اینا کلش در اینجا کار شده که شما نزدیک کار ببینید. هر معبد اینا داخل خود یک استایل و یک نو هنر از او زمان به نام خنک بود هست. خنک بود به شکل آبی رنگ بود. این مجسمه همونطور که گفتیم از بالا شروع شده و طرف پایین کندنکاری شده و در قرن هفتم میلادی وقتی که یعقوب لیث صفاری بر بامیان حمله میکنه و تمام جواهرات این ساحه را به غارت میبرند و به بغداد، چون مرکز خلافت اسلامی در زمان شهر بغداد بود و این تاراج و این غنایم جنگی را اینا به اونجا انتقال می‌دهند. و همچنان تخریب کلانی که در سال 2001
یک صورت گرفت توسط طالبا که هر دو تندیس به شمول بودای تکره که در پشت شهر غلغله هست، بودای 10 متره اونجا را هم و بودا را هم تخریب کردن و همچنین معابدش هم از بین بردن. و یک چیز دیگه فراموش کرده بگم، دور تا دور از این معبد است، 8 معبد است. خب که در اینجا راهبای بسیار کلان می آمدند عبادت میکردند. از قسمت سمت غرب بودای شهمامه بالا میشه. بله. و همینطور دور تا دور بودای شهمامه رو بالا میریم و از طرف شرق دروازه خروجی هست که برن دوباره میبره. خب بیاین شما، بریم بخیر. با خاطر زینه های طرف بلند است که وقتی که راهبی که می اینجا یا همون کسی بی عبادت میکنم باید رنج و یکم عذاب بکشم تا که عبادتش قبول شود. خب ما شما رسیدیم به منزل اول، معبد دی هست. در قسمت شما میبینید که مثلا دور تا دور از اینجا جایگاه یا رواق مجسمه های بودا در اینجا وجود داره که مجسمه ها در داخل هر رواقش وجود داشته. میبینیم که بقایای رنگ های روغنی هم هنوز پاورجا هست. میبینید در این قسمت میبینید بودا ها را یکی دو سه در اینجا وجود داره و اینا هم وقت تخریبش در زمان اعراب حمله کرده. مثلا یک تعداد میگن که شاید خیلی خوب است تخریب شوش یا چی شده. حالا ما به دیدی مثلا خدای نخواسته پرستش نه، بله. ولی به عنوان یک میراث فرهنگی من حیث یک تاریخ یک سرزمین که ما فلندش هستیم بسیار شاید جایگاه خوبی می داشت. اروپایی ها خصوصا ایتالیا گفتن که ما در قرن 17 این رنگ روغنی رو ما کشف کردیم. ولی وقتی که اینا آمدن دیدن تحقیق کردن در معابد بامیان، بله دیدن که واقعا اول رنگ روغنی مربوط به بامیان است و این رنگ ها از طریق جاده ابریشم به طرف اروپا رفته، افتخارش برای افغانستان برمیگرده. کتاب های بسیاری از کسایی که آمدن اینجا دیدن ده. از عظمت بودا، از عظمت این تاریخی جای سرزمین. تاریخی سرزمین بسیار به حرف های بزرگتر یاد کردن. میریم همطور منزل دوم، معابد منزل دوم میریم. یکی زیباترین معابد ما اون منزل دوم است. ما خلوست اونجا بریم. بریم روشنی اندازه از اینا طوری ساختن این روشنی را یا هم کلکینه که هم نور به طرف سینه پایین بره و هم به طرف بالا. ما بار سوم است. این یک معبد 8 ضلعی است. سبک هنریش از منشأ گرفته از چند سبک هنری است میکس شده. این معبد از لایش بسیار دقیق کار گرفته شده. حتی متخصصین گفتن که 1 سانتی هم از لای از نو با هم متفاوت نیست و در اینجا رواق مجسمه ها نشسته وجود داشته. خود در اینجا دروازه داشته، می آمدن دروازه چوبی. این در داخل خود از این رواق مجسمه ها هم می بینید اینجا پاگرد چی است؟ دروازه است. بازه بسته می شده، خود مجسمه ها نشسته و جواهرات و نقاشی ها درش تزین شده بوده دور تا دورش. سقف اگر شما مثلا ببینید یک نوع سبک هنری رومان گریگ یا صلیب هست، این شکل صلیب هست که این نوع دیزاین از اروپا از کلیساها چون دیزاین بسیار مقبولی داشتن هنرمندا از اونجا آوردن و این را در دل کوه حکاکی کردن. و در این قسمت هم رنگ این معبد هست، رنگ اولش هست. سرهای از بودا بوده. سرهای بودا بوده، البته نوع سبک هنری سبک هنری ساسانی ها هست. به جای گل در وسط بودا را اینا قرار داده که زیادتر در این معبد از لپیس استفاده یا هم لاجورد که لاجورد از بدخشان می آوردن و بسیار قیمتی بوده او زمان. معلوم نشه، یعنی نشان میده که این معبد هم کلن مینیاتور رنگ های روغنی داشت کار شده بوده که متاسفانه به مرور زمان
در حال تخریب شدن است و قسمت هایش هم زودترین بخشات بیفته و خراب ایجاد است. امیدوار هستیم که توجه شود. در سالهای 1970 و قبل از او در دوران داود خان و زارشاه بامیان اولین مقصود توریستی افغانستان بوده و فقط خارجی هایی که می آمدن در افغانستان در بامیان می آمدن 120,000 خارجی بودن که در او زمان گیرزنده فعال بودن و همه توریست ها هر طرف که می رفتن آزادانه می رفتن بدون هیچ کسی که مزاحمشون باشه، خدمات برشان بوده و دومین صنعت انکشافی افغانستان بعد از زراعت میچی بوده، توریسم بوده یا گردشگری که متاسفانه بعد از جنگ‌های داخلی از بین رفت و خوشبختانه کم کم باز هم با آرامش نیمه نسبی که آمده سال گذشته ما در حدود 500,000 توریست داخلی داشتیم که از ولایات مثل قندهار بسیار زیاد می آمدن، 330 تا از هلمند، از زابل، از هرات تا فرا می آمدن وطن‌دارای ما، بسیار خوشحال بودن می بینن. این قسمت بر شما نشان بدم که میبینید این رقمی چی است؟ این همو ساری هندی است که از اینجا انداخته این رقم اون پلاسرایش است نی؟ بله کلن به میشک تا پایینه بوده چون این سوراخ ها رو میکندن در داخلش چیز میماندن گله که میزدن سنگه به چیخش میکدن که اعلان نکنه پلاسر و این خودش پن لایه پلاسر بوده تا پایینه. ما در قسمت دستش هستیم، در قسمت دست این مجسمه هستیم. نزدیک به شانه هستیم. بله نزدیک به شانه هستیم. چه خواب بالا آمدیم ما؟ این منزل بعدیش هست. در داخل از این ما البته تعداد نقوش دیواری داریم. این معبد متفاوت تر از دیگه معابد است به خاطر که یک صوفه گرد دارد اینجا دور تا دور از این و بالای از این صوفه می‌بینید مجسمه ها وجود داشته و یک مجسمه نشسته در رو برو قرار داشته. قسمت سقف هنوز رنگ های روغنش مشخص است، بسیار زیبا کار شده و هنوز او گل ها و اونو رنگ آمیزی سابقش در حدود فکر کنید که 1600 سال هنوز که هنوز است ثابت است. در اینجا یک راه دیگه هم هست. ما فعلا طرف منزل 4 میریم، جایی که در قسمت بالایی سر این مجسمه ای از بودا هست و شما فعلا میبینین ما در اون قسمت قرار است بریم و باید بگویم که این کتاره ها ما رو بسیار کمک کرد که بتونیم بالا بیاییم. ما خب بدون اینا نمیتونستیم بیاییم بالا. این قسمت هم که شما میبینین مثل برنده یک جایی هست که در گذشته اینجا آتش روشن میشده به خاطر روشنایی این قسمت. فعلا ما شما در قسمت بالای سر مجسمه قرار داریم که یک راهی است از طرف مثلا از قسمت سمت چپ زینه هست به طرف بالا آمدیم و از این قسمت به طرف پایان میریم سمت دیگرش، طوری که در اسناد سابقه اینجا وجود داره نقاشی های در اینجا وجود داشته که در قسمت سقف الهه آفتاب وجود داشته با 4 اسب سفید که یعنی محافظ خود بودا بودن به طرف آسمان و در دو طرفش فرشته ها بوده که مثلا گل منداخته بالای سر مجسمه، در دو طرفش بودا ستوباها بوده کسایی که منزلت پایین تری داشته از بودا و مقام بودا نرسته بوده و همتون نوازنده ها، رقاصه ها
و به طرف پایین گلها و میوه ها انواع و اقسام درختان به اینجا نقاشی شده بود. ما دلم نمیشه از اینجا برم، من باید برم. ما آساسو میریم طرف قسمت چپ، از اینجا دیگه آساسو میریم پایین. البته بالا شدنش به نظر ما آسان بود. از این قسمتی که ما هستم، قسمت سر، شانه ها و پایین کاملا دیده میشه. باورم نمیشه ما این قدر بلند آمدیم. بسیار از اینجا پایین خورد مالو میشه. خب میریم پایین تر. جایی بسیار خوشی میاد. این منزل است به خاطر که سقفش انوار یا فلکت است و شما فکر کنید که یک امپراتور یا خودشاه اینجا میان و کلا مرکز بامیان زیر ندهش. بله. قرار باشه که هر کسی بکنه یا نوشته کنه دیگه هیچ چیزی از اصالت از اصلاح نه. دقیقا. و تنها دولت و حالا کسایی که در ساحه میباشن مسئول نیستن. ما به عنوان کسایی که میاییم میبینیم مسئولیت هایی داریم در قبال جایی که میاییم. در کتب تاریخی داریم که چون اون زمان بامیان بسیار ثروتمند بوده امپراتوری کوشانی ها، بهترین هنرمندان از سراسر دنیا پیسه میدادن و اونا میان بودن اینجا. پس جایی که ما میبینیم همونطور اتفاقی جور نبود، جور نشده، بخاطرش زحمت زیاد کشیده شده و ما فکر میکنم بیشتر از همه اراده اونا بوده که تانستن همچون چیز بسازن. به عنوان سنگر و جایی که نظامی از استفاده میکردن، حتی همون کسایی که مسئول هم هست بسیار متوجه هستن که چطوری بسازن که سالات تاریخیش از بین نره. اما این قسمت اصلا سالات تاریخیش مد نظر گرفته نشده و کاملا سمنت شده. شما یک دفعه دیوار رو ببینید که چند تا یادگار درش نوشته است. قلبکا رو ببینید. قدر مردم عاشق هستیم ما. این قسمت ها رو شما سعی کنید، این چت است و با آسانی دست کسی نمیرسه، باز امروی بوت خود پار کردن. خب ما به خاطر این گپا رو میزنم که اگر متوجه نیستیم متوجه شویم و متوجه باشیم و در نگهداری اینا ما هم خود را مسئول بدانیم. این شاید این خانه کلن بره. خب پس قرارت اینجا یک پارک جور شده. پارک باستانشناسی. پارک باستانشناسی. تحقیقات شده. این قسمت یک سایه بسیار کلان است که باستانشناس های خارجی و داخلی اینا اینجا میگم بسیار گپا است. یک زائر چینی که تحقیق میکرده در باره بودیزم، اونا عرض البلد تمام مشخصات بامیان در قرن شش نوشته کرده. او یک سند تاریخی است برای بامیان. بله. و فعلا او سند تاریخی در موزه ملی چین نگهداری میشه. و این طرف منزل پایین و خروج. ما دیگه میریم طرف منزل اول و سفر ما را در دور در مجسمه شاه ماما تمام میکنیم. بخیر. در اینجا هم راهب وجود داشته که مردم تحایف که میآورده را تسلیم میشدن و پشن کم روشنی کنم. و در اینجا هم یک اتاقه که خورد دیگه هست که تحایف در اونجا انبار میشده. ببینید اما فرسکایی که هست هنوز باقیه، خود بودا و اون قسمت ها وجود داره. دقیقا. خب این هم روایت ما از بودایی که با نام شاه ماما یا همچنان خنک بود معروف است. ما تمام قسمت ها را رفتیم گشتیم و بر شما عزیزا همچنان ویدیو گرفتیم. برنامه بعدی میریم طرف سلسال. تمام جایی که در اونجا هست را هم میبینیم، میگن حرفای اونجا متفاوت‌تر نسبت به اینجا هست. در برنامه بعدی میبینیم.